سلام میگم به شما عزیزانم، مونا کیخا هستم. خوشحالم که در خدمت شما هستم با قسمت ششم از مجموعه سوال ممنوع. در خدمت دکتر ساسان نازنین، نه من دیگه نازنین رو نگم چون شما گفتید که مردم فکر میکنن که اینگه فامیلی من نازنینه. در خدمت دکتر ساسان عزیز هستیم، خیلی خوش اومدین. قربونت برم، مرسی عزیزم. منم ساسان توسلی هستم. توسلی. حالا بعضیا اسم منو، حتی دوستای ایرانی میگن ساسان توکلی بعد از این همه سال. توسلی، نه عزیز، نه نازنین، ولی خیلی خوب. آره نه، خدا رو شکر. میگم نازنین، آره. واقعا نازنین هست. آره قربونت برم من خیلی هم خوشحالم که با هم دیگه داریم برنامه رو اجرا میکنیم و امیدوارم داریم واقعا این پیغام رو میرسونیم از طریق این برنامه‌ها. و میدونم 107 خیلی برای برنامه‌های زنده‌شون سوال و جواب‌ها، به نظر من خود کانال 107 داره یه پیغام مهم به جامعه ایرانی میرسونه که هیچ سوالی ممنوع نیست، هیچ سوالی در ایمان مسیحی قدغن نیست. هدف برنامه‌مون آره خودمون رو سانسور نکنیم. ایمان مسیحی ما رو به چالش میکشه که فکر کنیم، تحقیق کنیم، جستجو کنیم. سوال و شک و تردید گناه نیست، دنبال جواب بریم. و من خوشحالم که من و تو هم یه سهمی توی این پیام از طریق 107 داریم به جامعه ایرانی میرسونیم. منم واقعا خیلی خوشحالم. امروز میخوام دوباره یکی از اون سوالایی که در واقع جزء سوالای ممنوع هستش رو در موردش صحبت بکنیم که آیا واقعا خدا موافق خشونت هستش یا که نه. ببینید، واقعا دیدگاه جامعه یا مثلا خیلی از عزیزانی که من باشون صحبت کردم یا خیلی از کسایی که ممکن شما خودتون بشناسید، این سوال معمولا مطرح میکنن که وقتی کتاب مقدس رو میخونن، این سوال توی ذهنشون به وجود میاد که چطور خدای عهد عتیق و خدای عهد جدید میتونه یک نفر باشه، با توجه به اینکه خدا تو عهد عتیق یه خدای عصبانی بوده و یه خدایی که خودش عادل معرفی میکنه و مثلا خیلی کشت و کشتار و خشونت تو عهد عتیق بوده، یه خدای عصبانی از خودش معرفی میکنه، بعد تو قسمت عهد جدید دفعه میبینیم خدا مهربون شده. و داستان چیه اصلا؟ چرا اینجوری شد؟ این دو نفر انگار یکی نیستن. و این سوال خیلی، من فکر میکنم شاید درصد خیلی بالایی از عزیزان ما که چه ایماندار و چه اونایی که ایماندار نیستن، وقتی انجیل و یا کتاب مقدس رو میخونن، واقعا این سوالشون هستش، این سوال مطرح میشه. بله سوال خیلی مهمه. یک تضادی به نظر میرسه بین شخصیت خدا تو عهد عتیق و اون خدایی که مسیح به عنوان پدر به ما معرفی میکنه. حالا میخوایم تو این برنامه اینو یه مقداری شروع کنیم. امروز واقعا در مورد این خیلی بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی خب قبلش بریم یه گزارش های از عزیزانمون رو ببینیم، نظرات اونا رو هم بشنویم و خیلی زود برمیگردیم. آیا خدای عهد عتیق باز به نظر شما یه خدای عصبانی و مدافع خشونت هست؟ بازم میگم با اون چیزی که ما نگاه میکنیم شاید همچین تصوری باشه، اما خداوند، خداوند عشق و محبته، خداوند دوستیه، خداوند حقیقت و راستیه و ترس از خدا خوبه. ولی اینکه ما بگیم خداوند آدم خشن و عصبانی اینطور نیستش، ولی خود تو اون عهد عتیق به اون تکامله باید میرسید که عیسی بود دیگه. و خب شاید یه سری چیزا بستگی به اون زمان که داشت کم متفاوت بود، ولی به نظر من اینطوری نیستش. به هیچ عنوان خدای زنده حامی خشونت نیست. همونطوری که گفتم، به نظر من خدایی که توی عهد عتیق هست اصلا به نظر من خیلی ظلم نمی کنه به مردم. همونطوری که باید با آدم ها صحبت بشه صحبت میکنه. آدم های اون زمان باید باهاشون یه طوری صحبت می‌شده، با توجه به شرایط زندگیشون، شرایط زمانی که اون موقع بوده، باید باهاشون اونطوری صحبت می‌شده که تا مسائل رو بهتر درک بکنن. ولی تو عهد جدید ما چیزی از خشم و کشت و کشتار رو اینا نمی‌بینیم. پس به نظر من به خاطر شرایط زمانی اون موقع بوده. نمیشه اینجور بهش گفت، به خاطر اینکه توی اون برهه زمانی، توی اون شرایط اون سالها و اون دوران، مردم یه جورایی میشه گفت شاید به اون رشد فکری و به اون درک و فهمی که الان هستن توی این دنیا نبودن. و اینکه برای یاد دادن بعضی مسائل به یه سری افراد، بعضی وقتها باعث میشد و لازم بود که از یک هم خشونت استفاده بشه. و اینکه به نظر من دلیل میتونه این باشه، نه اینکه فقط هدف خشونته بوده، هدف برای یاد دادن چیزی بوده.
من فکر نمی کنم خدا با خدا فرق بکنه. همونجوری که در خود خداوند عیسی مسیح میفرمایند که من نیومدم چیز رو عوض کنم، اومدم تکمیل بکنم. پس اون خدا با این خدا هیچ فرقی نمی کنه. اون خدا در جهت شریعت بوده و در زمان عیسی مسیح در طریقت اومده و بیشتر ما دلمون رو به خداوند میدیم و به هیچ عنوان به لحاظ خشونت یا خشمی رو من احساس نمی کنم. کتاب مقدس. خب اینم بود گزارش‌های از عزیزانمون که واقعا تشکر می‌کنم بازم ازشون که نظراتشون رو واقعا عقیده‌هاشون رو با ما تقسیم کردن و خیلی هم جالب. مونا، تو خودت به عنوان یک دختری که چند ساله در ایمان مسیح هستی، خودت با این به ظاهر تضاد و تناقض بین خدا در عهد عتیق و در عهد جدید تا حالا چطوری تونستی که برخورد کنی، چطوری حل کردی، چطوری شاید خواستی اصلا دربارش فکر نکنی، سانسور کردی؟ خودت تجربه خودت چی بوده تا حالا؟ خب واقعیتشو بخوام بگم. واقعیتشو بگو به من. واقعیتشو بگو. آره. اصلا نه، به همه شما میخوام واقعیتشو بگم. نه واقعا میخوام خود واقعی باشم. من خب دفعه اول از عهد جدید شروع کردم و اینطوری به ما میگفتن که بابا با عهد جدید شروع کنی، یه دفعه نری سراغ عهد قدیم. منم خب واقعا از عهد جدید شروع کردم، دو دفعه عهد جدید خوندم، بعد خب روز تعمیدم یه دفعه یه کتاب مقدس کامل رو به من هدیه دادن که عهد قدیمم بخون. اوکی. وقتی که خب من تشنه واقعا محبت بودم دیگه، وقتی اون محبت خدا مثل خیلی از ایرانی ها. آره. چون یه تصویری از خدا تو ایران درسته. گرفتیم و تو خیلی کشورها. بله. که خدا یک خدای خشنه، آماده اینه که گردن ما رو بزنه. بله. داوری کنه، محکوممون کنه، ما رو بفرسته جهنم. پس با یه خدای خشن و عصبانی. بله. روبرو شدیم، مخصوصا تو جامعه نارومی هم که داشتیم زندگی میکردیم دیگه. آره. قشنگ تشنه واقعا. آره. محبت. پس پیام محبت انجیل خیلی قلب ماها رو لمس میکنه. دقیقاً. بعد وارد کتاب مقدس از عهد عتیق میشیم، بعد یک تصویرای دیگه به نظر. آره. میرسه. مثلا. آره. برای من اینطوری بود که وقتی انجیل عهد جدید رو میخوندم لذت میبردم، وای خدای خدا رو شکر که من تو رو پیدا کردم، تا حالا کجا بودی، وای این محبت این. و وقتی که حالا فکر کن تازه با این محبت آشنا شدی و حالا میخوای بری عهد عتیق رو بخونی، وقتی عهد عتیق رو داشتم میخوندم یکم شوکه شدم و گفتم حتما یه چیزی بوده، من نمیتونم باور کنم که نمیدونم که چطوری، درک نمیکردم واقعا، ولی میگفتم خب یه چیزی بوده که اینطوری کرده. بعضی وقتا میخواستم فکر کنم، خودم رو میبستم فکر نکنم بهش. همون محبت رو بچسب. بهش فکر نکن. واقعا برای من حداقل اینطوری بود. اوکی. خیلی خیلی ممنونم که صادقانه موضوع رو مطرح کردی. من خودم میخوام از جوونی خودم بگم. ما هم یه زمانی من جوون بودم. الانم هستم. دل الان جوونه. دیگه خودم نمیدونم. من یادمه مونا، من 16 سال و نیمم بود که به مسیح ایمان آوردم. و همونطوری که میگی اون پیام محبت و بخشش و فیض تو زندگی خود من قسمت مهمی از جذب شدن من به پیام انجیل بود، به اضافه حقیقت ادعای های مسیح، پیشگویی های عهد عتیق درباره مسیح. حالا دیگه وارد اون قسمت نمیشم. به مسیح ایمان آوردم، توی مدرسه مسیحی بودم توی اروپا، میسیونرهای آمریکایی مدرسه رو تأسیس کرده بودن و خیلی زود بعد از ایمانم کتاب مدرسه مسیح داشتیم، کتاب مقدس مطالعه میکردیم، رفتیم به کتاب خروج فصل 20 ده فرمانه، چطوری خدا قوم اسرائیل رو نجات میده و ده فرمان خودش رو به عنوان عهد بین خودش و اسرائیل، ده فرمانش رو از طریق موسی به قوم اسرائیل میده. بعد رفتیم وارد فصل 21 خروج شدیم و بعد فصل 22 خروج و یک عالم دستور درباره برخورد با برده ها و صحبت بردهداری و قوانین بردهداری و با برده ها چطوری برخورد کنید و مجازات یک برده خلافکار رو. اصلا من ساسان توسلی در سن 16 سال و نیمه بعد از ایمان به مسیح طوری شوکه شدم، شاکی شدم از خدا که ای زرشک، این حرفا چیه؟ بردهداری چیه؟ مگه میشه خدا بردهداری؟ اصلا تلخ، ترش، عصبانی که یک گیشیش اومد گفت آقا آروم باشی، برای اینا جواب هست، یواش تو. من اصلا میخواستم بگم آقا اصلا نمیخوام من بگه مسیح باشم، یعنی چی این حرفا رو من تو کتاب مقدس میبینم. حالا
میخوام اینجا توی این برنامه های کوتاه خیلی وقتمون محدوده عزیزان، میخوام اینجا یه نکاتی رو بگم. امپیچری میگم. آره خیلی خیلی سریع. میخوام شما تو من به عنوان من با شما جوونا که میپلکم یه مقدار حس پدری بنده گل میکنه. خود بنده هم البته یه بچه دارم 23 سالشه دیگه سن داره بالا میره. ولی میخوام یه سری نصیحت‌های پدرانه بکنم. همون حرفی که خودت زدی، اون اتیتود خودت، طرز فکر خودت. اگر یه چیزایی رو تو کتاب مقدس میبینیم که برامون مشکل، خیلی مشکله قبول کردنش، پذیرفتنش، خیلی خوب، نمیگیم قبول کن سرسری توتیوار، ولی به خودت وقت بده. برای خیلی از این چیزا جواب شاید باشه، برای خیلی از این چیزا به مرور زمان با تحقیق کردن، با مطالعه، خیلی سوالات جواب پیدا میکنه. اگر الان جوابشو نمیدونی، زود نگو که جواب نیست برای این. من یک موضوعی رو باش برخورد کردم، براش هیچ جوابی نیست، من اصلا دیگه با خدا و با این کتاب قهرم. پس صبور باش، به خودت وقت بده و به قول مونا خیلی چیزا هست که ما شاید ندونیم و به مرور زمان میتونیم بهش برسیم. من به خودم وقت دادم. آره هنوزم باید وقت بدیم. ما وقت دادم. ما تا آخر به خودم وقت. آره. وقت زیاده. پس میخوام بگم که اینو یه عنوان نصیحت پدرانه. منم این ترش کردن ها رو تو جوونیم تجربه کردم. یه چیزی خوندم شوکه شدم. ولی رفتم دنبال جواب، رفتم دنبال تحقیق. حالا من برای قسمت این میخوام صحبت هامون رو درباره صحبتی که تو کردی رو میخوام الان دو تا کتاب بهتون معرفی کنم که از عزیزان خواستم که اینو روی سکرین تلویزیون بذارن. البته متاسفانه کتابا انگلیسیه، به امید خدا شاید یه روزی این کتابا ترجمه بشه به فارسی. و فیلسوفای مسیحی، یه فیلسوف مسیحی به نام پال کوپن این کتاب ها رو نوشته. یه کتابش تیترش هم خیلی جالبه، Is God a Moral Monster؟ آیا خدا یه حیولای اخلاقیه؟ یعنی آیا این مثلا داستانه کتاب مقدس، همین کشتارها، جنگها، یا اصلا این چه خداییه که به ابراهیم میگه فرزندتو برای من قربانی کن؟ این خدا مگه خونخاره؟ یک حیولای اخلاقیه؟ پس آره یه مسیحی همچین کتابی نوشته. Is God a moral monster؟ آیا خدای حیولای اخلاقیه؟ یا همین نویسنده حالا درباره کشتارها و جنگهای عهد عتیق یه کتاب خیلی عالی نوشته، Did God really command genocide؟ آیا واقعا خدا آیا واقعا خدا دستور نسل کشی رو داده، دستور کشتار قوم ها و نژادها رو داده توی عهد عتیق؟ پس میخوام بگم و کتابای بسیار عالی از یک فیلسوف خیلی تحصیل کرده مسیح. حالا شاید حتی این کتابا رو عزیزان بخونن با همه جواباش قانع نشن. من نمیگم همه جوابا تو این دو تا کتابه، فقط اینا رو دارم به عنوان نمونه میگم عزیزان که وقت بدید به خودتون برای تحقیق کردن. سوالایی که من و تو داریم سوالایی که خیلی از انسانهای دیگه هم داشتن و دارن، فقط با من و تو شروع نشده این داستان. پس بریم به این که با صبر دنبال جواب. حالا این مسئله تضاد و تنش عهد عتیق و عهد جدید اصلا صحبت جدیدی نیست در تاریخ کلیسا. از همون قرن دوم ما متفکری رو داشتیم در تاریخ کلیسا به نام مارسیون، و مارسیون برگشت به خودش گفتش که این خدایی که به نظر میاد خدای خشن و خونخاریه در عهد عتیق، نمیتونه پدر عیسی مسیح در عهد جدید باشه. این اصلا یه خدای دیگه است، این اصلا خدای واقعی نیست. و اصلا مارسیون گفت عهد عتیق رو باید بوسید گذاشت کنار، و خیلی از حتی نوشتای عهد جدید رو گذاشت کنار. ولی کلیسا در پاسخ به مارسیون شروع کرد درگیری با همین سوالی که الان داری مطرح میکنی. چطور ما میتونیم همه این صحبتها رو تو عهد عتیق و عهد جدید با هم دیگه درباره شخصیت یک خدای واحد چطوری میتونیم اینا رو با هم جمع بکنیم؟ حالا من میخوام خیلی سریع چند تا نکته رو خیلی اشانتیونی بگم. اجازه هست من بگم؟ خواهش میکنم. یه نکته اولی که میخوام اینجا در درجه اول بگیم اینه که عیسی مسیح خودش یک یهودی بود، و خود مسیح خودش رو مطیع تورات، انبیا و مزامیر میدونست. یعنی مسیح گفت اصلا همه این کتاب ها اومدن که در من تحقق پیدا کنن. به یهودی ها میگفت این کتاب ها نوشته شده که شماها به من برسید. خودش به عنوان یک مرد مطیع یهودی قرن اول کنیسه میرفت، خودش مطیع تورات بود، و شاگردان مسیح هم همینطور. یعنی نویسنده مسیح
و شاگردانش که نویسنده های عهد جدیدن، هیچ کدومشون نگفتن عهد عتیق رو ببوسید بذارید کنار، دیگه باطل شده، دموده شده، این خدا نیست، ما داریم یه خدای جدید معرفی میکنیم. مسیح نیومد یک خدای جدید معرفی بکنه، مسیح اومد همون خدای رو معرفی کنه که خودش رو از عهد عتیق به قوم اسرائیل معرفی کرده بود. اینو قبول داری این نکته رو؟ پس مسیح با عهد عتیق مشکل نداره. درست. این نکته خیلی مهمیه که پس اگر ما پیروی مسیح هستیم باید بدونیم که خیلی خوب، پس من نمیتونم خیلی سریع عهد عتیق رو بخوام بذارم کنار، چون به نظر من با اون خدایی که مسیح معرفی میکنه در تضاد، خود مسیح همچین تضادی رو ندیده. این خیلی نکته جالبیه. خود شاگردانش همچین تضادی رو ندیدن. پس شاید داریم ما یه چیزایی رو اشتباه میبینیم، اشتباه میفهمیم. و حالا من حالا خیلی صحبت‌های دیگه دارم، ولی میخوام اینجا اینطوری خلاصه بکنم که کل کتاب مقدس به ما تصویر کاملی رو از خدا میده. حالا اون تصویر تا ابد هم من و تو با این خدا بیشتر آشنا خواهیم شد. توی در ملکوت هم تا ابد انسان‌های محدود با خدای بدون حد و حدود بیشتر و بیشتر آشنا خواهند شد. ولی عهد عتیق و عهد جدید با همدیگه مکمل معرفی شخصیت خداست که این خدای کتاب مقدس هم محبت، فیض، بخشش، صبر، هم مقدس و عادل و پاکه و با گناه سازش نمی‌کنه. پس اگر ما فقط بگیم محبت، 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 عزیزان، تصویری که از محبت شاید تو ذهن ما انسان‌هایی که یک عالم افکار اشتباه و گناه آلود و خودخواهانه داریم، خدا رو فکر کنیم مثل یه پاپا نوئل و سانتا کلاس. هر کاری کردی هی لبخند بزنه، عزیزم قربونت برم، فدای سرت، هیچ مشکلی نیست، تو هر اشتباهی کردی بی خیال، عزیز منی، دوستت دارم. اگر یه پدر مادری بچه‌شون هر کار زشت و اشتباهی بکنه اینطوری برخورد کنن، آیا میگیم اینا پدر مادرای خوبی هن؟ اون بچه لوس و بیبند و بار و بیمسئولیت بزرگ میشه. پس میگیم یه پدر مادر خوب بچه‌شون رو دیسیپلین میکنن. خود اون بچه فکر میکنه دیسیپلین خشنه، دیسیپلین با محبت نیست، ولی پدر و مادر به خاطر نیت محبته که این بچه سالم رشد بکنه اون دیسیپلین رو انجام میدن. پس خدای کتاب مقدس پاپا نوئل و سانتا کلاس نیست. خدای کتاب مقدس محبته، ولی خدای کتاب مقدس مقدس هم هست. خدای کتاب مقدس بر ضد گناهه. چرا بر ضد گناه مونا؟ چرا خدا بر ضد گناهه؟ چون قدوسه. آره از اون سو جوابای تقلبی بود. آره مقدسه، مقدسه و ضد گناهه. ولی چرا ضد گناهه؟ آیا مثلا خدا بهش بر میخوره؟ خدا وسواسیه، خدا عقده‌ایه که مثلا بر ضد گناهه چون عقده‌ایه که ما باید دستورش انجام بدیم چه بفهمیم چه نفهمیم. نه، خدا بر ضد گناهه چون خدا میگه که گناه انسان رو نابود میکنه. انسانی که در شباهت خدا آفریده شده، خدا میگه این گناه باعث نابودی خودت، شخصیتت، زندگیت، خانوادت، روابطت، جامعت و خلقتت میشه. پس خدا میخواد با گناه مبارزه کنه چون گناه باعث نابودی انسان و خلقت خواهد شد. حالا صحبتمونو بعدا ادامه میدیم. بله برام. مرسی دکتر ساسان عزیز. یه تیزر کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. عزیزان ما دوباره برگشتیم با ادامه بحث. من قبل این برنامه میخواستم مثلا یه سوال دیگه هم بپرسم، ولی این حیف نصف نیمه بمونه. خیلی نه نه، سوالی دیگه نپرس، بذار همین ادامه بدیم همینا. الان دادم همه نشستم میخوام گوش بدم. نه ولی یعنی داری منو فالو میکنی که یعنی داریم پله پله جلو میریم که خود مسیح خدای کتاب مقدس در عهد عتیق رو باش مشکلی نداره. خودش میگه اینا کتابا نوشته شده که من معرفی بشم. خودش میگه که این همون خداییه که اسرائیل رو نجات داد، همون خدا رو مسیح به عنوان پدر معرفی میکنه. و کتاب مقدس رو باید اینطوری نگاه بکنیم که عدالت و قدوسیت با محبت و فیض در تضاد و تناقض نیست، بلکه مکمل همدیگه هستن. خدای قدوسه که میخواد انسان در قدوسیت زندگی کنه. این نکته خیلی مهمه. یه عمری توی کشور ما دستورات و احکام وجود داشته، بکن نکن، منطقش هم نمیدونیم چیه، ولی چون خدا گفته باید اطاعت کرد، خیلی از ادیان شاید اینطوری برخورد کنن.
ایمان مسیح میگه اون کاری که خدا میگه خوبه اگر انجام بدی باعث برکت و شکوفایی خودت در زندگی انسانیت خواهد شد و اون چیزایی که از نظر اخلاقی کتاب مقدس اسمشو گذاشته گناه میگه گناهه به خاطر اینکه باعث نابودی خودت خواهد شد. حالا در آینده برنامه‌های دیگه‌ای هم خواهیم داشت، مثلا درباره رابطه جنسی که آقا چرا کتاب مقدس میگه رابطه جنسی باید در چارچوب یک رابطه تعهد زناشویی بین یک مرد و زن باشه، منطقش چیه؟ اینطوری نیست که خدا، میگم یه خدای دیکتاتوره، عقده‌ایه، یه سری دستورات داده میگه فقط میخوام ببینم دستورات منو انجام میدید یا نه، همین، هیچ منطقی هم نداره، فقط خودم میخوام ببینم. نه، خدا همچین خدایی نیست. خیلی ولی اینطوری فکر میکنه. خب همین یعنی میخوام بگم ما باید خدا مثلا مریضه. آره همین، خدا اعصاب نداره. آره. خدا اعصاب نداره، بعضی وقتا اعصابش خرد میشه، شتلق میزنه، یه درو نابود میکنه، آروم میشه، بعد میگه حالا بیاین سراغ من. این تصویر خدا نیست. پس این صحبت من اینه که محبت و قدوسیت رو ما باید دائم در هم ببینیم. و بعد یه نکته دیگه خیلی مهم، تو عهد عتیق، من اگر عمیق‌تر آدم مطالعه بکنه، عهد عتیق یک عالم از صبر خدا، از مهربونی خدا، از وفاداری خدا به عهدش با قومی که دائم اون عهد رو دارن میشکنن، از من یکی از تصویران عاشق این تصویرم از خدا تو عهد عتیق. خدا خودش رو بارها تو عهد عتیق مثل یک همسر معرفی میکنه، مثل یک شوهر، که حالا اسرائیل مثل زنش، اون همسری که خودش بزرگ کرده در پاکی و زیبایی، نجاتش داده، زیباش لباسهای زیبا روش گذاشته، تو حزقیال، توی انبیای دیگه، من چقدر گریه کردم، تصاویر رو میخونی. حالا همونطوری که یک زن اگه بره با مردای دیگه هم بستر بشه، به خیانت کرده به عهد زناشوییش، خدا به اسرائیل میگه تو رفتی دنبال بت‌های دیگه، خدایان دیگه. حالا توی ما تصاویری داریم، مثلا توی هوشع، توی ارمیا، من خودم الان موهای بدنم سیخ شد، منم میخواستم حالا یک تصویری که انگار خدا مثل یک شوهر رو زانوشه به اسرائیل میگه اسرائیل برگرد نزد من تو رو میبخشم. اینم یک تصویر از خدا تو عهد عتیقه، اون فروتنی، صبرش، مهلت دادن به اسرائیل برای توبه، اون برگرد نزد من تو رو میبخشم، به آیندت برکت میدم، امید داشته باش. یک عالم داستان صبر و فروتنی و فیض و بخشش خدا تو عهد عتیق هست، هیچ وقت ترکشون نکرد واقعا. و بعد در عهد جدید هم یک عالم پیام درباره قدوسیت خدا، یعنی میخوام بگم اینطوری نیست که فقط عهد جدید بگه محبت و فیض و بخشش، عهد عتیق قدوسیت و داوری و عدالت، هم تو عهد عتیق یک عالم صحبت فیض و محبت و بخشش هست، هم تو عهد جدید یک عالم صحبت درباره قدوسیت خدا. ما یه اپیزود خواهیم داشت، می‌خوایم درباره داوری و جهنم صحبت کنیم. هیچ کس به اندازه مسیح تو کتاب مقدس درباره داوری و جهنم صحبت نکرده. درباره اینکه آقا یک روز داوری هست، یک خدای مقدسی هست، قدوسیت مهمه، قدوسیت سرسری نمیشه ازش گذشت. پس میخوام بگم که اینطوری یک کاریکاتور درست نکنیم از خدای عهد عتیق یه طرفه باشه و خدای عهد جدید انگار یه چیز دیگه است. اینا قدوسیت و محبت مکمل همدیگه هستن. روی صلیب ما هم قدوسیت و عدالت خدا رو میبینیم که گناه مجازات میشه، گناه بشر، و هم روی صلیب مسیح فیض و بخشش و محبت خدا رو میبینیم. اینا با هم در تضاد نیست. ولی حالا تو چند دقیقه آخر، چون شما اشاره به کشتارهای عهد عتیق کردی، من حالا درباره کشتارهای عهد عتیق اصلا یک سری برنامه درست کردم. عزیزان اگر بخواید تو اینترنت سرچ کنید، یه سری برنامه ها درست کردم به نام خدا و خشونت در عهد عتیق. ولی لب کلام اینه که داستانهای کشتارها و جنگهای عهد عتیق، من دارم خیلی خلاصه میکنم، احکامی هستن که مال همه زمانها و همه جاها نیستن. یعنی ما تو انبیای عهد عتیق همه نیومدن بگن آقا شمشیر به دست بگیرید، ایمان یهود رو در دنیا توسعه بدید، دشمنانتون رو بکشید و غارت کنید، همچین چیزایی نیست. بیشتر این احکام جنگ های عهد عتیق، نه اون جنگ هایی که پادشاه ها خودشون انجام میدادن به خاطر کاری که میخواستن بکنن، اون جنگ هایی که خدا به نظر میرسه داره بهشون دستور میده برید بکشید نابود کنید، دستورهای مال یک زمان، یک مکان و یک قوم ها در یک شرایط خاصه، نه دستورهای همیشگی برای همه جا، و بیشترش برای یک سری اقوام در سرزمین کنعان،
در سرزمین کنعان. خدا به ابراهیم در فصل 15 پیدایش میگه ابراهیم من میخوام سرزمین کنعان رو به تو وعده بدم، میخوام از طریق تو و خاندان تو تمام دنیا رو برکت بدم، ولی هنوز کسایی که تو اون سرزمین زندگی میکنن گناهشون به حد کمال نرسیده، 400 سال هنوز مونده. تو پیدایش 15 این آیات رو داریم. وقتی گناهشون به حد تموم رسید من دارم بهشون مهلت میدم برای توبه، ولی خدا از قبل میدونه اینا چیکار خواهند کرد. اون موقع من از شما استفاده میکنم که این قوم رو بیرون برونید. ولی بعد به اسرائیل خدا بارها میگه تو تورات، قوم اسرائیل اگر شما هم این گناه ها رو بکنید قوم های دیگه میان شما رو نابود میکنن و این سرزمین شما رو هم بیرون میندازه. پس دستورات اون جنگ ها کلن درباره قدوسیت خداست که داره انسان یک قوم گناهکار رو مجازات میکنه از طریق یک قومی، و همین مجازات و داوری رو خدا روی اسرائیل میاره در آینده از طریق قوم های دیگه. پس داستان غارت و تجاوز و کشتار نیست، داستان پشت داستان قدوسیت خداست که داره انسان رو مجازات میکنه. و بعد ما وقتی که از نظر باستان شناسی نگاه میکنیم قوم کنعان قومیه که مثلا خدای ملک، خدایی که میپرستیدن، یک دهن بازی داشت و توش آتیش بود، و یکی از مراسم آیین پرستش قوم کنعان انداختن بچه های نوزادشون تو دهن بت ملک بود که این بچه ها میسوختن زنده زنده به عنوان پرستش و تقدیم به خدا. یعنی فکر نکنیم که کنعانی ها یه سری افراد کشاورز و چوپان و آدم های مظلوم و بیگناه هستن که قوم اسرائیل مثل غارتگر رفت بهشون حمله کرد. نه، خدا مثل خیلی وقتا شما اگر مریض بشی یه سرطانی باشه باید یه قده رو با جراحی کند که کل بدن نابود نشه. خدا داره این گروه رو مجازات میکنه به خاطر اینکه برخورد نکردن با این گروه باعث نابودی جامعه بشریه. مثل همین روزای ما داعش که چه بلایی در عراق و سوریه آورده به مردم، باید با داعش روبرو بشه وگرنه داعش نابود میکنه اون جامعه رو. پس میگم خیلی صحبت‌های دیگه هم هست، ولی مسئله قدوسیت خداست، داوری خداست، هدف خدا برکت همه قوم‌ها و دنیاست، نه اینکه اسرائیل عزیز دردونه باشه. از طریق قوم اسرائیل خدا وعده داده که همه امت‌ها رو میخواد برکت بده و نجات بده، وعده خدا به ابراهیمه. و بعد میگم خیلی صحبت‌های دیگه هست که دیگه از وقتمون رفته، ولی میخوام بگم اگر به خودمون وقت بدیم و اجازه بدیم که منطق این داستان‌های عهد عتیق رو بیشتر بفهمیم، به نظر من، حالا نظر بنده است، هیچ تناقضی در شخصیت خدا در عهد عتیق و عهد جدید نخواهیم دید، بلکه این قدوسیت و این محبت به نظر من مکمل همدیگه خواهند. مرسی دکتر. و ببخشید خیلی هنوز چیزای دیگه هست، ولی دیگه آره، همین حد تو این وقت خیلی دیگه همین محدوده. آره. من واقعا داشتم به این فکر می‌کردم که البته خب الان که دیگه به گذشته نباید زیاد فکر کرد، ولی خیلی جالب شما در مورد رحم و فیض خداوند در عهد عتیق هم الان اشاره کردی. میگم چطوری که وقتی ما کتاب مقدس رو می‌خونیم مثلا هم به قول شما فرصت نمی‌دیم تا اون عصبانیت رو می‌بینیم سر می‌بندیم. آره جالب بود. اصلا به نگاه نمی‌کنیم که با این فیض که تو عهد جدید در موردش صحبت شده بود تو عهد قدیم هم هست. بله آمین. شاید به خاطر این باشه که تا حالا یه خدای عصبانی رو دیده بودیم، بعد همش عصبانیت و خشونت رو میدیدیم، بعد یه دفعه مثلا میایم تو عهد عتیق نگاه میکنیم که دوباره همونه، شاید میترسیم دوباره. بله. نمیخوایم اون تصویری که تو ذهنمون ساختم از عهد جدید خراب بشه. در هر صورت واقعا نه، نکته خیلی مهمی رو داری اشاره میکنی. نکته مهم برای من حداقل اینطوریه. آره باقا. آره، ولی باید صبور باشیم با کتاب مقدس. بله. و درک خودمون رو توی همین درک فعلیمون استاندارد همه حقیقت و درک نکنیم. بله. ما هم داریم رشد میکنیم، بیشتر یاد میگیریم. این خدا خدایی که حالاها جا داره برای اینکه باش آشنا بشیم و عمیق‌تر باش رابطه برقرار کنیم. مرسی دکتر سازمان. واقعا دلم میخواست که وقتی برنامه ذره بیشتر بود، اصلا یه موضوعی که خیلی واقعا دلم میخواد هم بیشتر یاد بگیرم بشنوم، و مطمئن برای عزیزانم هم همینطوری هستش. عزیزان واقعا تشکر میکنم از اینکه برنامه ما رو تماشا کردید، واقعا این انتخابو کردید که برنامه ما رو تماشا کنید. امیدوارم خیلی باعث برکتتون بوده باشه. هفته بعد با یه سوال جدید میایم خدمتتون، و شما عزیزان رو به دستان خدا میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار. آمین آمین. البته میگم این رو هم بگیم که هدف ما، منم میخوام خداحافظی بکنم در این ثانیه های آخر، خیلی ممنونم و میگم هنوز خیلی حرفاست که تو این چارچوب برنامه وقت نشد، ولی بارها گفتیم که هدف ما تو این برنامه آغاز یک گفتگو هستش.
قرار نیست که همه جوابا رو توی یه برنامه به یه موضوع ما بدیم. خواستم واقعا امکانش هم نیست. آره، ولی اینی که میخوایم بگیم که آقا هر سوالی، هر سوال صادقانه رو میخوایم جدی بگیریم و میخوایم باش صادقانه روبرو بشیم. حالا شاید شما از جوابای منم قانع نشید، هیچ مهم نیست، ولی اقلا ول نکنید جستجو و تحقیق رو. پس این آغاز یه گفتگوه و با امید خدا در برنامه‌های دیگه، در پلتفرم‌های دیگه صد سون در این گفتگو با شما همراه خواهد بود. آمین. واقعا یه برکت بزرگ برای من که یه جوان هستم و مطمئنم برای خیلی از عزیزان دیگه که میدونم که واقعا نیازشون هستش. آمین. خدا رو شکر میکنیم برای این برنامه، برای این وقتی که با هم دیگه داشتیم. من دوباره با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ همتون. خدا نگهدار.